Herkes ki yek dadga bad bere dadga da در قضاوت پیروز بشه برای خودش دادستان برای خودش وکیل مدافع خیلی دبردستی را اجیر میکنه چقدر چند هزار دلار بهش پول بده که بیاد براش دفاع ازش دفاع بکنه و ازش خیرخواهی کنه. حالا ما نزدیک روش هشانه هستیم و ما نیازمند درست پنج هفته دیگه همین روز روش هشانه همین روز پنج هفته دیگه همین روز روش هشانه و ما نیازمند هستیم به وکیل های مدافع بسیار زبردست و خبره و زرنگ و باهوش که بتونن برای ما خیرخواهی بکنن از ما دفاع بکنن. حالا بنا بدونیم که ما چه یکی از راه های پیدا کردن وکیل مدافع به طور عالی چیه که ما برخواه را کلمه کلمه و نیت بگیم که از هر برخواهی یک ملاخ ایجاد میشه که این ملاخ میتونه بیاد برای ما خیرخواهی بکنه و از ما دفاع بکنه و هرچی که این برخواه با نیت بیشتر باشه این وکیل مدافع زبردستر و باوشتره. ولی اگر حتی رو برای خواهی که ما میگیم تون تون گفته باشه با کلماتی به طور واضح تلفظ نشن و نیت نکنیم چی میشه؟ وکیل مدافع میشه لاله، نمیتونه حرف بزنه. وکیل مدافع هست که کره، هیچ نمیشنبه. وکیل مدافع نمیتونه حرف بزنه، لکنه زبان داره تا میخواه یک کلمه بگیره یه دقیقه طول بکشه یک کلمه در بیاره. این چی شد؟ این شد وکیل مدافع؟ یعنی پول داریم بهش که چی؟ بیاد برای ما اونجا بیاد بازی در بیاره، نمایش بده، این چیه این؟ ما وکیل مدافعی میخواییم که خیلی زبردست باشه و باهوش باشه و زرنگ باشه و دانه باشه که نه که بیاد بیا اونجا کر باشه یا کور باشه یا لال باشه، این چیه؟ فادش چیه؟ خب، بینید چقدر برای ما میتونه استفاده بیاره برای روز محاکمه، چه در محاکمه روز روش هشانه و چه در محاکمه بعد از سر 20 سال که ما اگر برخواهی که میگیم اینا با نیت باشه و درست باشه و صحیح باشه ما میلیون ها وکیل مدافع داریم که اینها میان و از ما دفاع میکنن. چقدر خوب، چقدر عالی. خب اینا باید این موضوع را در نظر داشته باشیم و بیشتر در برخواه ها ما دقت بکنیم، یعنی بیشتر نیت بکنیم. همطور گفتیم هرچی که انسان که برخواه را با شور و حرارت و نیت و شادی و احبتشن براخ محبتشن براخ و ترتشن براخ بگه این برخواه بیشتر این ملعقی که از این برخواه تولید میشه این کاملتره و زبردختره و باهیشتره و خیلی بهتره. حالا خیلی که بعد اینا بگیم که اگر انسان این خیلی پیش میاد که انسان خوراک میخوره نتیرام میگیره و بعد هموسی هم میگه ولی میبینه که اینقدر برنج و خورش و ماهی و گوشت و اینا هست چقدر میخوره؟ 15 گرم 17 گرم نون میخوره و دیگه بیشتر از این نمیتونه. البته اینا بدونیم که انسان اگر میخواد بعد که انسان نتیرا میگیره بعد بدونه که اگر کمتر از 50 گرم نون میخوره نتیرا میگیره بدونه برخواه. فقط از 50 گرم به بالا برای نتیرا برخواه میگه. خب حالا اگر انسان نتیرا گرفت برخواه هم گفت بعد اومد دیره نون نیست، چیه؟ برخواه به خودیه؟ نه. چرا؟ چون وقتی که نتیرا گرفته به این منظور بوده که نان بخوره و حموسی بگه طبق هلاخه بعد
این معلوم میشه که اصلا نون نیست، این برکه که گفته برکه به خود نمیده، چه برسه این که انسان میخواد واقعا 50 گرم 100 گرم نون بخوره ولی به علتی نتونست دیگه بیشتر بخوره. و در این صورت این بعد داریم که برکه آخر چی بعد میشه، چه بعد این حموسی گفته مثلا گرفته، حموسی هم گفته ولی چه اندازه کافی مرد کذایی که بیشه 27 گرم نخورده، حتی 20 گرم هم بخورده بخورده باشه، آیا برخ بعد چه برخ بعد بگه بعدی که داره که چه خورده؟ اگر برنج و خورش و ماهی و مرغ و این گوش خورده برن پشت میگه، برن پشت اینا معاف میکنه، نون هم دیگه معاف میشه. اگر مکارونی خورده باشه، مکارونی رشته خورده باشه، اگر کذایت از این خورده باشه، بعد این کار بکنه که اول علم احیا بگه برای مکارونی یا رشته و نیت کنه که من فقط این برای آخر مکارونی را من معاف میکنم، ولی برای سایر خوراکی ها، خورش، سبزیجات، خیار، گل فرنگی رو من معاف نمی کنم. بعد برای اینها برای خانه برای پشت بگه برای سایر خوراکی ها، گل فرنگی، سالاد، خیار، هندوانه، خربزه اینا برای خانه برای پشت بگه من رو معاف کنم. حالا اگر انسان هیچ اشتباه کرد، خیال کرد که کزایتون خورده و برکت آمازون گفت، بعد برکه آمازون یادش اومد که اصلا من کذایت نخوردم، حالا بعد برگرده و برای مکارونی و برنج و اینا و خوراکی دیگه بعدی برخه بگه، نه لازم نیست. چرا؟ چون برای مثلا برنج مکارونی برنج اگر انسان اشتباه کرد برای اینها برکه آمازون گفت، برکه آمازون مکارونی یا رشته با سایر خوراکی ها را برنج را معاف میکنه، لازم نیست که برای اینها برخه بگه. حالا آیا برای خیار و گاجه فرنگی و این چیزهای سایر خوراکی ها دیگه بعد برخه آخر بگه؟ بله بعد برخه آخر بگه، برای مشاهد بگه. چرا؟ چون این برکت آمازون این واقعا طبق قانون گفته نشده. طبق قانون اگر انسان برای خیار و گل فرنگی، خربزه، هندوانه، موز این چیزا برای برکه آمازون بگه، اینا رو معاف نمیکنه. بنابراین بعد برای اینا بعد باز برگرده و برای پشت بگه. چه موقع برکه آمازون تمام خوراکی رو معاف میکنه؟ وقتی انسان کذایت نان خورده باشه، که در این صورت چون کذایت نان خورده این تمام این خوراکی ها توفیلی نون هست حساب میشه و فرع نون حساب میشه و برای این برکه آمازون نره معاف میکنه. ولی وقتی که کذایت نخورده، کذایت نان نخورده، انسان بیاد فرض کنیم در عرض روز، در طی روز انسان هندوانه خورد، سبزی خورد، اومد برکه آمازون خورد، آیا برکه آمازون معاف میکنه؟ نه معاف نمیکنه. بعد اینجا هم چون برکه آمازون طبق قانون نباید برکه آمازون بگه، اشتباهی گفته شده، بنابراین فقط مکارونی و رشته اونا که اینها از گندم تعیین شدن و سیر میکنن، همطور برن، برنج برن از گندم و جو داخل جزء غلات پنجگان نیست، ولی چون برن انسان سیر میکنه، تقویت میده، تغذیه میده، تقویت میکنه، بنابراین اگر انسان اشتباهی برای برنج برکت آمازون گفت این قبوله. و بنابراین اگر انسان اشتباه کرد، یعنی اگر انسان در خوراکی خورد، چی خورد؟ نون خورد و برنج خورد و اشتباهی برکت آمازون گفت، در این صورت لازم نیست که برگرده برای برنج برای پشت بگه، این برکه آمازون اینا معاف میکنه. ولی اگر خوراکی دیگه خورد، بعد برای اینها برگرده و برای پشت بگه. از اکبرو قدیش.